الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. بینندگان نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستم که باز هم در برنامه اقرا از تلویزیون جهانی یک خدمت هموطنان گرامی خود قرار دارم. بحث امروز ما پیرامون نقش مسلمانان در دفاع از ارزش‌های دینی است. الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید که ان الدین عند الله الاسلام، بهترین دین نزد الله متعال دین اسلام است، چون اسلام عزیز یک دین کامل، شامل، همه شمول می باشد. در اسلام عزیز ویژگی های است وجود دارد که این ویژگی ها در ادیان دیگی وجود ندارد و یک مسلمان باید ارزش های دینیش را بفهمه و به هر نوع قربانی به خاطر دفاع از ارزش های دینیش آماده باشه، زیرا وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ اسلام، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر حفاظت از ارزش‌های دینی ایشان جام شهادت را نوشیدند. اولین شهید مکتب اسلام حضرت سمیه رضی الله تعالی آنها است که به خاطر ارزش های دینی توسط ابو جهل به شهادت می رسد. ابو جهل زیاد کوشش می کنه که حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم به احترامی بکنه، اما هیچگاه حاضر نمیشه خانم قهرمان اسلام که اندک در مقابل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به احترامی صورت بگیره، توسط نیزه ابو جهل به شهادت میرسه. اهل خانواده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها همیشان به خاطر دفاع از ارزش های دینی جام شهادت را می نوشن. به می شکل وقت زندگی اکثر صحابه را ما نگاه می کنیم، اونا خود را، خانواده خود را به خاطر دفاع از ارزش های دینی اونا گذاشتن.
وقتی نگاه میکنیم که اسلام عزیز به دورترین کشورها رسیده، ای واقعا زحمات، تکالیف، رنجهایی بوده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و علمای دین، مجاهدین اینا متحمل شدن به خاطر حفظ دینشان. پس ایجا هست که وقت ما نگاه میکنیم به اسلام عزیز، یکی از ویژگی های اسلام عزیز ای هست که اسلام دین کامل هست. به همه بخش های زندگی ما اسلام عزیز برای ما رهنمود داره. وقت ما زندگی خود را ارزیابی میکنیم، دقت میکنیم در هر بخش زندگی ما، اسلام عزیز برای ما رهنمایی نبوده. یکی از مشرکین از یک مسلمان سوال میکنه که شما خدایتان را، پروردگارتان را چه وقت عبادت میکنید؟ این شخصیت علمی در جواب انسان کافر میگه که ما 24 ساعت رابطه ما با الله ما هست و الله خود را عبادت میکنیم. مشرک برش میگه که چگونه؟ میگه تمام زندگی ما، برنامه های زندگی ما به اساس رهنمودهای اسلام است. وقت ما تکلم میکنیم، ما آداب اسلامی را مراعات میکنیم، الله به ما اجر میده. وقت ما خواب میکنیم، آداب که اسلام عزیز برای خواب کردن برای ما معرفی کرده که یک مسلمان با وضو خواب بکنه، اذکار بخونه و به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلام خواب بکنه و نیتش به نماز تهجد و نماز صبح بوده باشه، پس این خواب هم در عبادت محسوب میشه. وقتی ما رفتار ما مطابق با آنچه که اسلام عزیز بر ما تعلیم داده که ما در رفتار خود حقوق دیگران را باید مراعات بکنیم، ما سلام بتیم به دیگران. وقتی یک مسلمان دیدیم که بار بسیار زیاد را با خود داره، حمل نمیتانه، با او تعاون و همکاری میکنیم، اینا همش عبادت شمرده میشه. خواهر ما نازنین از کابل در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله. خواهر بفرمایید. خواهر علیکم السلام و رحمت الله. سوال بکنین خواهر. گفتم اگه مولای صاحب امی دواره امی نمازی هسته امی چیز، گفتم اگه امی خوشی مسته 85 ساله، گفتم ایز نماز نمیخوانه. نماز مریض است، چی مشکل داره که نماز نمیخوانه؟ عقل و منطقش نه هیچ مشکلی ها نداره، هیچ مشکل نداره دیگه. همه تو نماز یک میشه، نماز نمیخوانه. نان و او میخوره، از پیسه را میخوانه، نماز نمیخوانه. مولای صاحب نان میخوره، او میخوره، درست دیگر میگرده، دیگر جایی میرنه، نماز نمیخوانه. الله هدایتش کنه. ما در این مورد از همی جوانی خود، از همی جوانی خود داله چزده نمیکنه. الله اکبر. ما در این مورد انشالله خواهرم صحبت میکنیم، برای دعا میکنیم، خدمتشم کنیم، ثواب داره یا نه؟ درست. برنامه را تعقیب کو خواهر، من انشاءالله بعد پاسخ میدم. الله حافظ شما. خواهر گرامی، الله به امشیره ما هدایت نصیب بکنه، توفیق نصیب بکنه. مسلمان سن 80 یا 85 سال شد و باز هم در پیشگاه الله سجده نکنه، این دیگر بسیار سخت است، دشوار هست. الله برش هدایت نصیب بکنه. شمایی که خواهر گرامی خدمت از اونا را میکنین، اول کوشش بکنین که با بزرگای خانواده، با کسایی که سخن از اونا
تأثیر داره، صحبت بکنین، تلاش بکنین تا ای خواهر ای مادر بفهمانن که نماز رکن مهم اسلام هست. و وقتی که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ریش سفید نبود، با خود کسی نداشت، اما وقتی که ریش سفید شد، بسیار ترس و بیم اسلام بیشتر در قلبش پیدا شد، چون این دلالت به این میکنه که ما شما داریم آستا آستا به مرگ نزدیک میشیم. و اینجا باید خواهرای ما، کسایی که سنشان بیشتر میشه، عبادتشان، رابطهشان با الله بیشتر باشه. خواهر ما لطیفه از هرات در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله. خواهر صدای تلویزیون تان پخش بکنین، خواهر سوال بکنین. نه بفرمایین لطیفه خواهر، سوال بکنین. برنامه اخلاص. سلام، امی مولای خیم ماستیم با مولای صحبت کنیم. درست، سوال بکنین، وصل هستین، سوال بکنین خواهر. باشه، سوال تان مطرح بکنین. بله، سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر وقت زایی میشه، سوال بکنین. امی مولای صحبت سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله خواهر. یعنی نماز تهجد که ما میخونیم، عشر میخونم، یعنی بعض شبایی که نماز خونم یعنی مشکل داره، یعنی گناه یعنی اشتاله، اما که عشر میخونم. درست، شما برنامه را تعقیب کنین، برتان جواب میتیم. الله حافظ شما خواهر. ناظرین خواهر، شما که سوال کردین، خدمت از او خواهر میکنین، در صورتی که شما مسئولیتایتان ادا بکنین، بزرگای خانواده را در جریان بگذارین، اونا متوجه شن، من در حیث یک انسان خدمتتان انجام بتین، اما دعا بکنین برشان که الله به او خواهر توفیق نصیب بکنه که نمازش را بخونه. حتی قدر سخت در فقه اسلامی علما بیان دارن در رابطه به انسان بی نماز که در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله در فقه حنفی کسی که نماز نمیخونه باید اتا حبس شه و بندی شه تا که این رکن مهم اسلام را ادا بکنه. لطیفه خواهر از هرات، نماز تهجد نماز نفلی هست، خواندن ثواب زیاد داره، اما کسی اگر نمیخونه گناهگار نمیشه. یک کسی پنج وقت نماز میخونه اما تهجد نمیخونه، ای به این معنی نداره که گناهگار شده. شمایی که گاه تهجد را میخوانین، گاه نمیتونین خوانده، گناهگار نمیشین، اما افضل هست، بهتر است که ما در کنار نمازهای فرضی خود نوافل هم داشته باشیم، زیرا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که نوافل کمبودی های فرایض ما را در روز قیامت تکمیل میکنند. در رابطه با نقش مسلمانان در دفاع از ارزش‌های دینی صحبت می‌کردیم، گفتیم که اسلام عزیز دین کامل هست، در هر بخش زندگی ما برای ما برنامه‌ریزی شده و البته آداب و مقررات وجود داره که وقتی او را ما در زندگی خود عملی می‌کنیم، الله اجر و بدیلش را بر ما می‌دهد. و گفتیم که آداب را رفتن، آداب تکلم کردن، آداب خواب کردن، همه از اینا در اسلام عزیز ما هست. و چه خوب هست که ما از این ارزش ها آگاهی داشته باشیم و ایره در زندگی خود ما عملی بکنیم که الله متعال سعادت دارین بر ما نصیب بکنم. همچنان یکی از ارزش های دینی ما که باید به او دقت بکنیم، فرصت بتیم، یادگیری قرآن کریم هست. ما کوشش بکنیم که کلام الله متعال را یاد بگیریم. جای تأسف هست که تعداد از برادرها و خواهرها امکانات دارن، میتونن روزانه یک آیه قرآن کریم را یاد بگیرن،
در یک هفته چقدر میشه، در یک ماه چقدر میشه، در یک سال. بالاخره کلام الله را با مفاهیمش یاد میگیرن وقتی بخوان. اما هستن کسایی که فرصت دارن، وقت دارن، اما وقتشان ضایع میشه، کلام پروردگار متعال را اینا یاد نمیگیرن. خواهر گرامی ما شگوفه از هرات در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله. خوهر السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید، در خدمت. بله، صدای نداریم. صدای تو نداریم شگوفه خوهر، سوال بکنیم. ببخشید استاد، یک سوال داشتم راجع به نیز ذکر کردن. بله، غسل کردن. بله درست. به انگام خواب کدام تکرار میتونیم بکنیم؟ در انگام خواب غسل یا ذکر؟ هدفتان ذکر است؟ بله، هدف ما ذکر است. چون درست. به یک برنامه شمیتون که گفتم بعد ذکرهایی که خیلی معتبر است و وقت خواب کردن نمیتونیم بگیم، به خاطر که بی‌احترامی میشه. درست. اما شما به ما بگیم کدام ذکر میتونیم بکنیم. درست خواهر، برنامه را شما تعقیب کنین، انشاءالله برتان پاسخ میدیم. الله حافظ خواهر. شگوفه خواهر، پروردگار متعال در قرآن کریم میگه که الذین یذکرون الله قیاما، آنانی که الله را ذکر میکنن در آلت قیام یعنی استاده. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، در آلت نشسته، و علی جنوبهم، در آلت پهلو یعنی در خواب. در همه حالات مسلمان رابطهش را با الله باید داشته باشد. پس وقت خواب میکنیم ما ذکر میتونیم، هیچ مشکل خواهر نداره. حتی ذکر ما تعلق به وضوی ما نداره. حال اگر ما وضو نداریم، یگان تا میگه وضو نداری، تسبیح را به دست گرفتی، هیچ مشکل نداره. یعنی گرچه که بهتر است، خوبتر است که ما وضو بگیریم ذکر کنیم، اما اگر وضو نداشتیم، بدون وضو ما تسبیح انداخته میتونیم، ذکر کرده میتونیم. حتی خواهرای ما که حضور دارن، اینا نماز خوانده نمیتونن، روزه گرفته نمیتونن، اینا میتونن که استغفار بگوین، درود بخوانن، در حالتی که عذر شرعی دارن برشان اجازه هست. خواهرم، بهتر است که پیش از اینکه ما شما خواب میکنیم، ما از کار را بخوانیم، رقی شرعی، دعاهایی که از رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما گذاشته شده، رهنمایی شده، که پیغمبر خدا پیش از اینکه خواب میکردن موعظتین میخواندن، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، و اینه به طرف خود کفر میکردن. یک طریقی است که الله جل جلاله ما را از شر شیاطین حفظ میکنه و نگاه میکنه. پس در حالت خواب کردن ذکر کردن مشکل نداره، بلکه بهتر است، خوبتر است. انسان مؤمن در همه حالات ذکر کثیر، ذکر بیشتر بکنه، و ذکر قلب ما را نرم میکنه، برکت در عمر ما، در زندگی ما الله جل جلاله انشاءالله با وجود میاره. برن در رابطه به نقش مسلمانان در دفاع از ارزش های دینی گفتیم، یکی از ارزش های دینی ما کلام الله هست، قرآن کریم، که الله جل جلاله می فرماید که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، امی قرآن هست که اقوام را هدایت میکنه به راه مستقیم. پس وقت ما فرصت نتیم به یادگیری قرآن کریم، در روز قیامت قرآن کریم از ما در پیشگاه رب ما شکایت میکنه. چگونه شکایت میکنه؟ و میگه که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ای الله ای قوم قرآن کریم را مهجور ساختن، در تاقچه گذاشتن، عفت پوش کردن، سالها ازش سپری شد، بجز از روز ختم قرآن، بجز از رمضان دیگه وقتی کلام را باز نکردن، در حالی که قرآن کریم بهترین دوست ما هست. همیش ما کلام الله را باز بکنیم، یک آیش را با تفکر، با تدبر بخوانیم، الله جل جلاله
بر ما برکت را نصیب میکنه. پس یکی از مسئولیت های مهم یک مسلمان امی هست که کلام الله جل جلاله را دقیق بخوانه. الحمدلله در جهان اسلام جوانایی هستند که در کنار از اینکه بهترین متخصص در طبابت هستند حافظ قرآن هستند، بهترین انجینر هستند حافظ قرآن هستند، یا تفسیر کردن قرآن کریم را با آموزش علوم معاصر. وقتی ما دین را هم بفهمیم، باز ما لذت بیشتر میتونیم از زندگی خود ببریم، زیرا حلاوت ایمان، لذت ایمان را وقت ما میچشیم که کلام الله را یاد بگیریم. حشمت الله برادر از تایمنی در تماس هستند. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله در خدمت سوال دارین، بفرمایید. خب خیلی شما به همکارای تکنیک ما سوالتان بگوین، اونا یادداشت میکنن، باز از طریق تلفن بر ما میگن. من چمیر خودت هم گوشی کن نمیشه قطع کنی، چرا صدا را قطع کنی بر ما جواب بدید تلفن. با تاسف که به این شکل نمیشه چون برنامه لایف هسته. لایف هست؟ بله بله. مولای صاحب سوال ما بکنم، مشکل نیست اگر در باره زن شویی که. بفرمایین. همه مولایی و نامش عبدالسامد قاضیزاده گفته در زن شویی در رابطه آلی تناسلی را مطمئن گرفتن گناه نداره. همه چه کام هسته جوابش برنامه؟ درست، شما برنامه را تعقیب کنین. انشاءالله ما برتان پاسخ میتم. الله حافظ شما. بله برادر عزیز، الله میگه فسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. چیزی را که نمیفهمیم از علمای خود پرسان بکنیم، به خاطر آگاهی ما ای بهتر است. در این مورد ای را علما کراهیت میدانن، کار ناپسند هست و عادت انسانهای صالح و نیک نیستن. بنان یادگیری کلام الله، وقت دادن به کلام الله جل جلاله، ای واقعا یکی از مسئولیت های ما مسلمانان است. قرآن کریم در روز قیامت شفاعت میکنه برای کسانی که ارزش دادن، وقت دادن، فرصت دادن به این کتاب و این کتاب را آموختن، با مفهوم و با معنی یاد گرفتن. و امی کتاب در روز قیامت شکایت از اون مسلمان میکنه که این کتاب را ترک کرده، این کتاب را عطا یاد نگرفته، برش وقت نداده. ما بسیار کارهای دنیوی را یاد میگیریم. یک شخص را میبینیم که در هر بخش از زندگی دسترسی دارد، اما در کلام خدا که میرسه میگه یاد ندارم، نخوندیم، یاد نگرفتیم. اینجا ما مسئول میشیم. الله به ما صحت داده، فرصت داده، وقت داده. الحمدلله علما در کشور ما هستند، مدارس در کشور ما هستند، و ما اگر غفلت میکنیم اینجا هست که الله از ما پرسان میکنه. و گفتیم که الحمدلله در جهان اسلام روز افزون تعداد حفاظ کلام الله هر لحظه بیشتر میشه. اگر یک فرد خبیث قرآن را به احترامی میکنه، امو لحظه هزارها فرد حافظ کل قرآن میشن. امروز که دنیای کفر، یهود، نصارا موفق نشدن که اینا تحریف بکنن کتاب الله متعال را، ای رمز و موفقیت مسلمان ها امی هست که کلام الله را کلن حفظ میکنن. و الله ما در کلامش برای مسلمان ها وعده داده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا نحن ما نزلنا الذکر، نازل کردیم کلام الله، یعنی قرآن کریم را ما. الله می فرماید که این کلام بزرگ را نازل کردیم. و انا له لحافظون، و ما این کلام را حفظ میکنیم و نگاه میکنیم. یکی از راه هایی که کلام الله حفظ هست و کسی در این تعریف کرده نمیتانه امی هست که به ازارها
خواهر و برادر مسلمان به تعداد کثیر این کلام را حفظ میکنن و به این فرصت میتن و وقت میتن. پس اینجا هست که وقتی ما بخوایم ارزش های دینی خود را حفظ بکنیم، ما باید که فرصت بتیم، وقت بتیم به یادگیری کلام الله جل جلاله. هر قدر معلومات ما در دین بیشتر میشه، اونمو قدر ما مفید واقع میشیم برای مسلمان ها. و ما اسلام عزیز را در عمل یک فرد نبینیم. امکان داره یک فرد ظاهرش را ملبس به اسلام بکنه اما یک عمل ناپسند را انجام بده، ما نباید از دین دوری بکنیم، بلکه دین را ما در دین باید ببینیم. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره خدمت قرار میگیریم. با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان گرامی، در جریان وقفه خواهر ما از چلستون تماس گرفتن، در رابطه به مهر سوال کردن. یک تکرار باز هم برشون میکنم. زمانی که یک خانم شوهرش وفات میکنه و خانم میخواد که شوهر دیگه بکنه و مهر اوجا ثابت هست برش، طلا تعیین شده یا کلام ملکت زمین چیز تعیین شده، میتونه ادعا بکنه خواهر حق خود را از او بگیره. این شریعت برش اجازه داده، او حق خودش است. یکی بعدا اگه بخشش میکنه او کار خودش است. خواهر گرامی، در رابطه با نقش مسلمانان در دفاع از ارزش های دینی صحبت میکردیم و به این نکته رسیدیم که ما کوشش بکنیم که وقت بتیم، فرصت بتیم به یادگیری کلام الله متعال. و در کنار ازی، در صورتی که امکانات داریم، ما حمایت بکنیم، تعاون بکنیم، همکاری بکنیم، مراکز اسلامی را در جاهایی که خواهرای ما، برادرای ما دین الله را میآموزند همکاری کردن، در او صدقه جاریه هست. طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اذا مات ابن آدم، وقتی که فرزند آدم وفات میکنه، این قطع عمله، عملش قطع میشه مگر سه چیز بعد از مرگ به او کمک میکنه، به او منفعتش میرسه، که یکی از او اولاد صالح هست. یک پدر و مادر زحمت کشیدن، تلاش کردن، بهترین اولاد مسلمان با خدا و با تقوا را در جامعه تقدیم کردن. خوشا به حال از اینا، تا وقتی که اولاد صالح عبادت میکنه، کار خیر انجام میده، هم به اولاد الله جل جلاله ثواب میرسانه، هم به پدر مادری که در قبال از اولاد شبها را بیداری کرده، پول مصرف کرده، زحمت کشیده و ای اولاد را مفید صالح به جامعه تقدیم کرده، این هم از جمله صدقه جاریه برای پدر مادر میشه. دوم، علم نافی هست که یک کسی زحمت میکشه، علم یاد میگیره و علم را به دیگران میرسانه، معلم هست، این هم از جمله صدقه جاریه میشه. تماس داریم از ولایت غزنی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام خواهر گرامی، در خدمت. تشکر. من یک سوال داشتم خواهد گرامی. بفرماین خواهر. سوال گرامی، سوال اول من راجع به این بود که کسی که یعنی قضای روزه خود تمام کنه، آیا این کفاره داره یا نداره؟ مثلا کسی که قضای روزه خود تمام کنه، مثلا مثل که در رمضان که یه کفاره میتن افتاد، یکان پیسه یکان غریبار میتن افتادی کسی. بله. یک سال موسوق و سال دو موسوق گرامی که انسان چکتر میتونه که از یکان وسواس دور باشه، کدام ذکر استاد یاد بکنه که از این وسواس دور باشه استاد. درست خواهرم، برنامه را تعقیب کنین، انشاءالله برتان پاسخ میتیم.
الله حافظ شما. خواهر ما از غزنی تماس گرفتین، دو سوال مطرح کردین. خب خواهرم، وقت قضایی روزه را کسی میگیره، خصوصا خواهرها که اینا قصدن روزه را نخوردن، بلکه عذر پیدا کردن روزه را اینا خوردن و قضاییش را که میارن، باز فدیه خواهر یا کفاره چیزی نداره. البته ما شما یک حالت داریم که یک نفر قصدن روزه را میخوره که کفاره داره، که 60 روز پی در پی روزه بگیره و یک روز هم اضافه تر باز، یا 60 مسکین طعام بده و یک روز روزه بگیره، که کفاره روزی میشه در مقابل یک روزی که قضی یک نفر بخوره خواهد. و در رابطه به وسوسه یا وسواس سوال کردین که کدام از کار خوانده شود که انسان مسلمان از وسوسه دور باشه. ما شما دعای قرآنی داریم که ایره به کثرت بخوانین خواهر: رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. ایره شما در قرآن کریم در پاره 18 قرآن پیدا بکنین، سوره مؤمنون پیدا بکنین، ایره بار بار بخوانین: رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. انشاءالله که الله متعال از وسوسه شیطان شما را حفظ میکنه. و همچنان به کثرت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هم به کثرت بخوانین و اعتنا نکنین، ارزش ندین شما به وسوسه، بگذارین و خود را مطمئن داشته باشین که الله انشاءالله قبول میکنه، میپذیره. و اگر زیاد دقیق شوین به وسوسه، باز شما عذیت میشین خواهر، اما الله میبخشه، زیرا وسوسه در اختیار خود ما نیست. یک کس وسوسه داره که مثلا نمازش قبول شده یا نشده، ایره بگذاره به الله جل جلاله و امیدوار باشه که پروردگار متعال او را میپذیره. چون الله ما در کلامش بار بار ما مسلمان ها را مژده میده که نبع عبادی، خبر به تای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنده مرا، نبع عبادی بنده های مرا خبر بده انی انا الغفور الرحیم، که ما مغفرت کننده با رحم استم. پس الله ما با ما اطمینان میده که الله ما را میبخشه، اما ترس پروردگار در قلب ما هست، ایمان بین خوف و رجا میباشند. بلن کسانی که گفتیم توانایی دارن، اونا کوشش بکنن که به عنوان صدقه جاریه به ارزش های دینی برسن، اولاد صالح، علم نافع و اعمار مساجد، مکاتب، مراکز علمی، جاهایی که نیاز از شفاخانه ها و رسانیدن آب برای مسلمان ها، اینا همه امورات هست که بعد از وفات یک فرد بر از او پاداشش میرسه، اجرش میرسه. تماس داریم خواهر ما از بغلان، علینا. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام، علیکم. الحمدلله خواهر گرامی، در خدمت سوال دارین، بفرمایید خواهر. من درست، شما برنامه را تعقیب کنین. اینا هر چیزی ما نصب کردیم که نمیشه بگم نشه دیگه، نمیشه نماز دیگه، فقط جو به نیکاری خراب است، فقط نمیشه اخلاق خود ما نکنه و خواب بیشه رو کن خسته شده مایدان ما نیچی کار کنیم معلوم شد کشتانی از ایچی رقم میشه ایسی ایچی راش داریم ایچی رقم کنیم خطه. الله هدایتش کنه خواهر، شما برنامه را تعقیب کنین و برتان انشاءالله راهنمایی میکنم. الله حافظ شما. خواهر ما از بغلان، اینا خواهر، تماس گرفتین، گفتین که شوهرتان نماز نمیخونه، اذیت آزار میکنه شما را و شما گاهی هم در مقابلش تن میشین، آیا نمازتان قبول میشه یا نمیشه؟ خب نکته مهم این هست که
زن شوهر بعد حق و حقوق اسلامی خود را بدانند. پروردگار متعال در قرآن کریم می فرماید که زن در مقابل مرد رفتار نیکو بکنه و عاشروهن بالمعروف، و زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن. نباید که اینا خشونت بکنن، نباید که اینا یک دیگرشان را تحقیر بکنن. شمایی که شوهرتان این مشکل داره خواهند، کوشش کنین که از طریق بزرگای خانواده ای جوان را، ای برادر را بفهمانین که پابند ارزش های دینی شوه، نمازش را بخونه، اخلاقش نیک بوده باشه. این بهترین روش و بهترین کار است. از اینکه شما با او مواجه میشین، بالاخره گاهی از پیشش الفاظ طلاق بیرون میشه و به زندگی شما برهم میخوره. کوشش بکنین که روش را انتخاب بکنین که اونا تشویق شوه به نماز و به عبادت، و الله ما برش دعا میکنیم که الله هدایتش بکنه و راه درست را برش نشان بده. بنان گفتیم که کمک کردن، حمایت کردن از مراکز اسلامی، این در حقیقت خودش دفاع از ارزش های دینی هست که ما به ارزش های دینی خود ارزش قائل هستیم. و الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید که و من یعظم شعائر الله، که کسی که تعظیم میکنه، احترام میکنه شعائر دین الله را، مسجد را احترام میکنه، پول داره اعمار میکنه، مدرسه اعمار میکنه، کلینیک جور میکنه، آب را به مردم مساعد میکنه، راه را جور میکنه، همه کارهای مفید برای جامعه، این در حقیقت بعد از وفات انسان هم به عنوان صدقه جاریه پاداش و اجر ازی برای مسلمان میرسن. پس اینجا هست که یکی از راه هایی که ما بتانیم که از ارزش های دینی خود دفاع بکنیم، این هست که ما فکر دین الله در ذهن ما بوده باشه. ما تنها به بود مادی زندگی خود توجه نکنیم. کسانی که مادیگرا میشن، تنها به بود مادی زندگی فکر میکنن، صبح میشه تا به دوباره خواب میکنه، فکر و هوش و هم و اندویش همه پول هست، انسان کامیاب نمیشه. چون الله میفرماید که و من یطع الله و الرسول، کسی که اطاعت الله و رسول بکنه فقط فاز، اینمی انسان کامیاب میشه. کامیابی ما مسلمان ها در اطاعت از الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم و ارزش قائل شدن به اساسات دین ما و دفاع از ارزش های دینی ما، این مثال برای ما مهم هست. زندگی مسلمان فدا به اسلامش میشه. و الله ما در کلامش میفرماید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، الله در بدیلی که جنت میته نفس و مال مؤمنین را میگیره، یعنی به این معنا که امتحانش میکنه، او را آزمایش میکنه. پس بنان یادگیری قرآن کریم، موضوعات اسلامی و همچنان دفاع از مراکز اسلامی از مسلمان ها، ای باعث میشه که ایمان ما هم قوی بوده باشه و ما از ارزش های دینی خود دفاع کرده باشیم. هرگاه ما در مقابل دین الله ضعیف شویم، هرگاه ما در مقابل فرهنگ های غیر اسلامی زانو بزنیم و متاثر از فرهنگ های غیر اسلامی، از فرهنگ غیر اسلامی شویم، اینجا هست که باز بر ما عادی میشه که یک نفر اگر در مورد دین هم گپ بزنه، یک کس اگر قرآن هم بسوزانه، و اینجا قلب ما باز تکان نمیخوره. اما وقتی که الله مؤمن را معرفی میکنه، چگونه معرفی میکنه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انما المؤمنون، مؤمنین کی هستن؟ اذا ذكر الله، وقتی یاد الله گرفته میشه، وجلت قلوبهم، دلهایشان به تکان میاد.
و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقت آیات الله برشان خوانده میشه ایمانشان قوی میشه و علی ربهم یتوکلون و به اللهشان توکل میکنن. پس چی زیبا در این آیه مبارکه الله جل جلاله مؤمنین واقعی را تعریف میکنه که مؤمن واقعی وقت کلام الله را میشنوه، وقت از دین الله میشنوه، قلب از او به تکان میه و همچنان ایمانش قوی تر میشه. پس ایجا هست که برای ما مهم هست که ما شما فرصت بتیم به یادگیری احکام دین الله متعال، خصوصا در تربیه دینی اولاد خود ما کوشا باشیم، زیرا اطفال ما آینده ساز جامعه ما هست. وقتی ما در خانه خود، در محیط خانه خود ما زمین سازی بکنیم برای اطفال نازنین ما که اینا دین الله را خوب بفهمند، در کنار یادگیری موضوعات اجتماعی، موضوعات اقتصادی که اینا میخوانند با ایندیشان، و مهم ای هست که ارزش های دینی را هم بفهمند. ایجا هست که وقتی یک جوان را ما به جامعه تقدیم میکنیم با فکر دین، در هر جا انسان مؤمن حق را بیان میکنه، مبارز میباشه و کوشش میکنه که از حرام این انسان مؤمن دور بوده باشه. بس وقتی ما فکر میکنیم اسلام بسیار به مشکلات برای ما رسیده، و اگر ما در مقابل دین ما، در مقابل ارزش های دینی ما توجه نکنیم، به اعتنایی بکنیم، الله جل جلاله در روز قیامت حتمی از ما پرسان میکنه. حتی در دنیا هم آفات و بلاها بالای انسان هایی میاد که اینا به ارزش های دینی اینا احترام قائل نیستن. خصوصا یادگیری موضوعات اسلامی، تفکر در آیات قرآن ما را بیشتر کمک میکنه و یاری میکنه تا بتانیم ما دین خود را خوب بفهمیم و ما حاضر شویم به خاطر دفاع از ارزش های دینی ما همه زندگی خود را ما فدای اسلام بکنیم. الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا شما را به اتر تجارت فرا بخوانم که شما را از عذاب دردناک نجات بده. تؤمنون بالله، ایمان داشتن به الله جل جلاله، ایمان راسخ و کامل. تؤمنون بالله واليوم الآخر و یجاهدون فی سبیل الله، ایمان به الله و روز آخرت و جهاد در راه الله متعال. این بهترین تجارت هست برای انسان مؤمن که برای آخرتش هم ذخیره میکنه و سعی و تلاش میکنه. پس در کل شعائر دین پروردگار متعال که تعدادشان بیشتر هست، وقتی ما از این دفاع میکنیم، این دلالت به ایمان قوی ما میکنه. و الله جل جلاله میفرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسانی که اونا تعظیم میکنن شعائر دین خدا را، این دلالت به تقوا و متقی بودن از اینا میکنن. یکی از شعائر دین الله کتاب الله هست که ما کتاب الله متعال را بسیار با اخلاص کامل، با آداب که در فقه اسلامی گذاشته شده، ما این کتاب را با تفکر و تدبر بخوانیم. همچنان توجه داشته باشیم به مساجد که الله جل جلاله در کلامش می فرماید که و ان المساجد لله، مساجد از الله هست. فلا تدعوا مع الله احدا، با الله متعال هیچ کس را، هیچ چیز را شما شریک مقرر نکنین. حالا محبت داشتن با مسجد، این دلالت به قوت ایمان ما میکنه، و این در حقیقت وقتی که ما دفاع میکنیم از ارزش های دینی ما، وقتی میشه که ما محبت قلبی با مساجد الله داشته باشیم.
سعی بکنیم که فرصت خود را در مسجد سپری بکنیم و در کنار تلاوت کلام الله ذکر و عبادت هم داشته باشیم. اینجا هست که در اسلام عزیز تأکید میشه برای نماز خواندن در جماعت. برادر ما عبدالغفور از کابل در تماس هستند. السلام علیکم و رحمت الله. بله بله محترم بلی. وصل هستین، بفرمایین. جور برخیر، سلامتین. الله شما را حفظ بکنه، در خدمت انشاءالله. نمیشه مولایی صاحب، من یک سوال داشتم. بله بفرمایین. بله صدایتان را داریم، سوال بکنین، فرمایین. من یک سوال داشتم مولایی صاحب. آه سوالتان را مطرح بکنین. آه بخیر باشد مولایی صاحب، من یک سوال داشتم از این خاطر که دنی روز عروسی مثال گفت همی خانما بله که بر صورت دمو در واقع دمو عروسی دمو مجلس هستن، حالا جانشان بچ سرشان بچ، همی شا که وارد می شود این زنا همون رقم هستن. بله. این مسئله چطور میشه؟ این مارم هست مارم نیست؟ بسیار خوب گفتیم، برنامه را تعقیب کنین و براتون پاسخ میدم. الله حافظ شما. در این شکل نیست که اشتباهات ما و شما داریم. بزرگوار سوالی که شما کردین، در عروسی ها تعداد کلن نمیگیم، تعداد از خواهرای ما توجه ندارن به پوشش اسلامیشان، خصوصا که گرسون که نامحرم است یا میشا به بسیاری ها نامحرم هستن، به بسیاری امکان در همسایه اوجه بوده باشه، به کنار همشیریش دیگه کسایی بوده باشه. حالا این مشکل وجود داره، کوشش صورت بگیره که این مشکل انشاءالله حل شد و خواهرای ما توجه داشته باشن. وقتی یک خواهر در عروسی لباس برهنه می پوشه، فیلم پوری میشه، سالهای سال این فیلم دیده میشه، هر باری که فیلم دیده میشه گناه بر از او اضافه شده میره و این را باید دقت بکنن. امروز تکنولوژی به دست همگی هست و اکثرا مشاهده میشه که تا فیلم های فامیلی به بیرون و بازار عرضه میشه و این بسیار دقیق و دیگه خواهرای ما بوده باشن. حتی ما در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم که یک خواهری که وقتی از خانه خود در بیرون جا لباسش را تبدیل میکنه، اینجا لباس افت بین ازی و الله حتی پاره میشه و الله قهر میشه. پس دیگه خواهرای ما دقت داشته باشن. آنچه که اسلام عزیز گفته خوشی داره، در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشی های از خود داشته، نه که در او منکرات بوده باشه. ما در خوشی های خود میبینیم در جامعه ما گاه منکرات داخل میشه. روز عید بهترین روز هست در اسلام، عبادت خوردن، صحبت کردن، رفتن، خوشحالی کردن، نه که با تأسف که در روزهای عید گاهی میبینیم که جوانای ما، تعداد جوانای ما کلن نمیگیم، تعداد دست به معصیت و به موسیقی و امثال هم میزنن که در اسلام عزیز اجازه نمیده. حرام پروردگار حرام است، حلال الله متعال حلال هست. پس آنچه که شما گفتین این دلالت به قوت ایمان یک جوان میکنه. وقتی یک جوان با اللهش تعهد میکنه، نماز میخونه، عبادت میکنه، نمیخواد که چشمش با نامحرم بیفته. چشم انسان مشکل است، اگر یک خانم که خود نگاه نکنه در حقیقت امکان داره هزارها مرد به او نگاه بکنه و گناه ازی بیشتر شوه. پس در این دقت صورت بگیره. سوال خوبتر شما کردین. خب بحث ما در رابطه با نقش مسلمانان در دفاع از ارزش‌های دینی بود و یک جنبندی بحث را میکنیم. گفتیم که وقت ما بخواهیم که به ارزش‌های دینی خود ما ارزش بتیم و از او دفاع بکنیم، این وقت شده میتونه که ما فرصت بتیم، وقت بتیم به یادگیری از کلام الله متعال، رابطه خود را با کلام الله متعال
قوی تر داشته باشیم، رابطه ما با مساجد پروردگار قوی باشه، که یکی از شعائر دین الله جل جلاله مساجد هست. نمازهای خود را کوشش بکنیم که اگر بیشتر اوقات فرصت داریم در جماعت سهیم شویم، و همچنان تا حد توان ما کمک بکنیم با مراکز دینی، با مساجد، با کارهای عامل منفعه که مردم از او منفعت بگیرن. مثلا یک کسی الله بر از او پول ثروت دادن و امکانات زیاد داره، چاره حفر میکنه، آب برای مردم میده، این چقدر اجر و ثواب بیشتر داره. سالها بگذره، هزارها سال بگذره، کسی که درخت را غرس کرده یا نهال را یا چای را حفر کرده یا یک مرکز علمی را جور کرده، پاداش از این سالها هم اگر بگذره برای کسی میرسه که اساسگذار از این کار نیک بوده باشه. پس وقت ما دقت میکنیم، میبینیم که مسلمان ها وقت موفق میشن، کامیاب میشن، که اینا فرصت بدن به دین الله متعال و دین الله را در زندگیشان عملی بکنن. در تمام بخش های زندگی ما باید دین الله جل جلاله عملی شوه، و ما نگاهی بکنیم که الله ما از ما چی میخواه، و ما به دنیا برای چی آمدیم، به چی الله ما را حس کرده، و ما به کجا میریم. این سوالات را وقتی ما دقت میکنیم، از کجا آمدیم، برای چی آمدیم، به کجا میریم، خود به خود ارزش های دینی در قلب ما حفظ میشه و ما از این دفاع میکنیم. قسمی که گفتم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر حفظ ارزش های دینی جانشان را اونا دادن، جام شهادت را اونا نوشیدن، و خانهشان، مالشان، زندگیشان را اونا گذاشتن به خاطر دین الله متعال به اکناف جهان رفتن و دین الله را رساندن. و اینجا مسئولیت همه ما هست که ما از وقت خود استفاده خوبتر داشته باشیم و کوشش بکنیم که اشتباهاتی که داریم او را ما تصحیح بکنیم. اگر در عبادت ما اشتباهات بوده باشه، در تلاوت ما بوده باشه، در هر بخش که بوده باشه، ما به تصحیح ازی باید کوشش بکنیم. دعا میکنیم الله متعال همه ما را توفیق اعمال صالح نصیب کن. الله متعال گناه های ما را عفو کن. دوستایی که از ما دعا خواستن، الله متعال مشکلشان را حل کن. الله متعال مریضا را در خانه ها، شفاخانه ها شفا عاجله نصیب کن. قرضداران اهل اسلام را از قرض خلاص کن. بندیان اهل اسلام را از بند خلاص کن. الله متعال ما را با ایمان آوردی، با ایمان داشته باش، همه ما را با ایمان ببر. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.